همونطوری که داریم مسابقات جهانی حیبال رو دنبال میکنیم با شرکت کردن علی پردل از ایران تحقیقی کردم بازی قبلی یک حالا امیدوارم که درست باشه بازی قبلی گفتم چرا تماشا چی نداره یک سی و دو وم بوده الان میخوایم بریم برای یک شونزه هم. بریم ببینیم که علی پردل توی مسابقات جهانی 2023 هیبال ببینیم که چی کار میکنه با هم دیگه بریم تماشا بکنیم <تصفح> چیزی که من داشتم تحقیق کردم اینجا معرفیشون میکنه علی قرده توی محله یک شونزده هم <تصفح> یه قانونی هست الان میگه خب چطوری الان داره با یه خانوم بازی میکنه داستانش چی میشه داشتم قوانینشو رو که خوندم شما اگر با یک بازیکنی خانوم یا, خانوم یا آقا اگر زیر چهارده سال باشه شما باید یک توپ رو به اصطلاح خودمون آوانس بدی یعنی هفت تا توپ که شما میزنید حریفتون 6 تا توپ باید بزنه این تا اینجا پس خانم و آقاش فرقی نمیکنه زیر 14 سال باشه این آوانس رو باید بدی حریفتون خانم باشه باید این آوانس رو بهش بدید یعنی که سنش هم مهم نیست بعد ارزم به حضور گرامتون حالا اگر یه آقای زیر چهارده سال با یه خانوم برخورد بکنه دیگه این آوانس شکل نمیگیره هر جفتشون باید هفت توپ رو بزنن 6 تا توپو که میزنن به نظر داور که دیگه نمیمونه دیگه 6 تا توپو که میزنن داور توپ هفتم اون بازیکن رو ور می‌داره. یعنی بازیکن باید حواسش به این موضوع باشه که افهی که میخواد بذاره افی باشه که به قول معروف برای توپ آخر باشه توپ هشت باشه نه توپ خودش ببین فکر کنم الان ور ورده درسته نه وای این لسه ببین آخ ببین داور توپو ور می‌داره و این هم از قوانین این بازی هستش اینم گفتیم اول بازی یاد بگیریم جالب بود خودم نمیدونستم گفتم که این اطلاعات رو هم با شما در میون بذارم امیدوارم که یاد بگیریم کلی قانون... یه قانون دیگه هم داره من هر چی دارم بحث میکنم نمیگیرم مطلبش و یه قانون بنبست داره اونو حالا ببینیم چی از آب در میاد بعد با یه داور رسمی صحبت کرد زیر و رو پرسید اوکی بریم ببینیم که علی پرده در این مسابقات چیکار میکنه چای زت نمیتونم بخونم بچه فامیلی شو اه تا این مرحله بالا اومده این بازی هم 13 فریم هر کس 13 ببره ای خیلی عجیبه ها ببین بازی کنی مثل علی پرده با این همه تجربه مثلا اون توپو نمیزنه خیلی عجیبه عجیبیش که در واقع میشه گفت فشار بازی چی چیکار میکنه با آدم برای همینه بچه مثلا دیدین طرف توی مثلا اسنوکری شو به شما میگم تو اسنوکری مثلا طرف توی تمرینش میبینین مثل پنیر صد میزنه مسابقه که شروع میشه چل پنجاه تا به زور میزن میگه آقا چه فرقی میکنه تو داری بازی میکنی دیگه چرا نمیتونی اون صد و تو بازیت بزنی فشار از خیلی چیز عجیبیه فشار بازی باعث میشه که نتونیم کار رو انجام بدیم بریم بریم ببینیم که علی چی کار میکنه با این بانو اچه شاید به نظرتون چیز باشه بگین حالا یه توپ که چیزی نیستش که نه همون یه توپ خیلیه حالا همون بازی قبلیه شاید افه کشیدن واسه اون توپه برای سخت بود ولی خیلی راحت میتونست بیاد پشت هشت میگیری چی میگم باری که با یه ضربه پلنت حتی پلنت نیست توی بیلیارد بهش میگن کمبو با یه ضربه کمبو توپو خیلی خوشگه مینازه ولی اینجا خودش رو استونگر میکنه بخوره بهش باز خطا فکر کنم خطا دیگه خب بالین هند میشه فکر میکنم بچه ها من هر جا بچه که پاکت بیلیارد باز حرفه ای هستن من هر جا اشتباه کردم حتما حتما برام کامنت بذاری آقا بعد اینه کامنت میخوای بذاری بغلش یه اقرب ساعته اوکی اونو بزن بعد کامنت تو بذار چرا اون به من نشون میده تو داری در رابطه با چه دقیقه ای از ویدیو با من صحبت میکنی آ... هر اشتباهی بود حتما بگیم بچه پاکت بیلیارد باز آها این داشت هم میبوتم. فکر میکنم چوب دست خانومه باتش آیکونه اگه اشتباه نکنم با توجه نقش و نگاری که داره و آریکالا بچه یه چیزی بگم من این چیزی یه جاشو شک دارم چرا بازی قبلی تک ویدیو بوده این بازی اونورم دارم دارن بازی میکنن یکم با هم دیگه جور در نمیاد آخه رو پلیلیسی که ما تو خود یوتیوب هم پیدا کردیم این بازی ها رو به ترتیب گذاشته من الان خودم شک کردم ولی میدونم که مسابقه سال 2023 هستش اینو شک نکنه تو اینو شک نکنه ولی یه جا گراند مسترز نوشته من داشتم میخونم کجا بود یه جای تصویر نوشته بود حالا بچه تو پاکت بیلیار هم بیشتر آپدیت میشیم دیگه همه چی هم ماشالله همه چی چینی نوشته باری کلا چه فریم چنده؟ سه هیچ هنوز یه فریم هم نتونسته از علی پردل بگیره چه توپی رو میس میکنه من زیاد بازی این بانو رو زیاد قوی نمی بینم یعنی بعید میدونم زورش به برگام چه توپی زد علی بعید میدونم زورش به علی برسه شلانگ شده خوبی زد یا, یا تحت فشار داره این شکلی بازی میکنه وای 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 خب این بازی رست هم داره نه 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 خوب نمیزنه خوب نمیزنه ولی یه جوری میخواد بزنه که توپ رو هم به علی پردل نده بچا اینو بگم من بعضی موقع یه فریکای میزنم که شک میکنم آخه ببینین چیه پاکت بیلیارد هنوز اون تسلطی که ما روی اسنوکر داریم و رو پاکت نداریم ولی خب یه چند وقت بگذره خیلی سری اون اتفاقا رقم میخوره و هم اطلاعاتمون آپدیت تر میشه در مورد پاکت بیلیارد و با کمک شما دوستان عزیز این اتفاق بیشتر رقم میخوره زودتر رقم میخوره در واقع آه دیدی توپ وارد برداشت ای بابا نزد که نزد که ای بابا خب ببین چقدر با تجربه کار کرد یه جوری زد اگر هم سیزدهش دم پاکت وایسته چیکار میکنه آه چه ضربه ای زد این بانو هوی درست میکنه بچا هه چطوری تلفظ دقیقش ببینیم دیگه اینو میزنه دیگه این هشتو تا بزن دیگه بریم, بریم به سراغ فریم بعدی توپو میندازه بچه یه پرسم من اشتباه دارم میکنم یا نه اشتباه کردم یه لازه فکرم رو, چوب... رو چوبش رگه داره علی یه بزنین اقل ولی فکرم سایه چیز نوره یعنی سالون اونطوری افتاده روی کلا باریکالا باریکالا کل. باری کل. چون فعلا در مرحله تحقیقات سنگینم برای خریدن چوب چون بالا یه بار چوب میخواد به خریده صد بار که خرید و فروش چوب نمیخواد بکنه تا آه... ببینیم که ولی قطعا اگه چوب تهیه بکنم مثل اسنوکر قشنگ بهتون توضیح میدم چرا برای چی چه مقدار چوب رو گرفتم تا اینجا ویدیو اگرم دوست داشتین لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه ببین چطوری زد علی که هیچ توپی بهش نده ولی داد 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 سوال بپرسم بچه ببخش من یه ثانیه بزنم آقا چرا الان و نزد این خانوم توپ نارنجی و نزد بازی که یعنی توپ نارنجی سختتر از توپ سبز بود جالب بود یه چیزی در رابطه با چوبای روو بگم این چوبا به شدت کیفیت بالایی داره که داستان شد و چوبای کربون تابم ور نمیداره آره که الله رو با یه ضربه کنون خیلی خوشگل باز میکنه برای کسایی که نمیدونن ضربه کنون یعنی چی با با, با. ای, ای, ای 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 اگر گیر نمیکرد خیلی ضربه خوبی بود صاف پشت هشت فایمی سال یعنی که شما در یک ضربه دو تا توپ هدف داری خب یه جوری نگه هم داره هشت ببین تجربه بازیکن رو ببین چقدر پخته است هشت تو یه جای نگه داره که دسترسی بهش داشته باشه به حریفم هم توپ نده الان باید این ضربه ایت رو آروم بزنه یادم پاکت وایسه دقیقا نی محکم زد چرا انقدر محکم زد؟ بعد آروم تر می زد خب ماسکش می بله اینجا هم می بینیم علی چوب جامپ شو اعلام کرده بود یا باخ چار یک چار یک بهت میگم اعلام کرده بود یا نه الان اسکور رو ببینیم میفهمیم اعلام کرده بود اونجا علی یا نه آه پشمام یا خدا میخواست بزنه همونجا باریکلا باریکلا برگای من برگای من آقا بزنید عقب خودتون یه بار دیگه اون ضربه علی رو ببینید اعلام کرده بوده چه خفن اصلا فکرش هم نمیکنم یه درصد بخود با جامپ یه همچین ضربه وحشتناکی بزنه خب یه توپش هم ور میداره خورد اگر نمی‌خورد به باند خطا بود این بانو به نظر من خیلی بد پخته تر از این حرفها بخواد با یه سطح بازی مثل علی بازی بکنه که بخواد ببرتش آد زینو رو داشته باشه که علی رو شکست بده آریکالا کلا خوب میزنه فاره. اختلاف و فاصله رو هی زیاد و زیاد و زیادتر میکنه آه تو ده بار بهش خورد نیفتاد بچه این پرچم کجاست برای این خانومه بچه ببخشید من یه دست اینو نیدم چیکار کرد داور بسد یه لحظه اوکی okay. مثل که همون دوباره همون قانون اتفاق افتاد فکر میکنم چون سه تا تو از خط از اون خط رد نشد این اجازه رو داد که دوباره بریک بکنه و اینو باید دقیقش رو باز بپرسیم چون یه بار من دیدم سه تا توپ هم رد شد ولی دوباره همین قانون اجرا شدش شما اگر قانون دقیقش رو میدونید قشنگ فارسی سلیس برام بنویسید که دقیقا چه اتفاقی افتاده تو این دقیقه که این اتفاق رقم خورده بریم بریم به سراغ فریم نهم شیش سه علی جلوه ببین اولین چیزی که باید انتخاب بکنه آنالیز میزه یعنی کدوم می توپا شرایط بهتری دارن از نظر علی توپای تک رنگ موقعیت بهتری داشته حالا یه داستانی که داره توی کلم رشته بیلیارد اینی که ناکن علی الان داره میز و میزنه باید کامل بزنه و الا گیر میکنه و حتی این شانس کسی که توپای بیشتری رو میز داره بیشتره برای بردن نسبت به علی که یه دونه توپ داره اینا بندازه تمام نه اندازه میره تو داستان بریم به سراغ فریم بعد ببین چهار تا توپ آه گسن کیوالش افتاد بذارم بالین هندش وقتی تو بریک میفته کجا تو هم منطقه است آره به موقع که کیو توی تو بریک میفته فقط پشت اون خط هر توپی که این ور خط رو میتونی پات بکنی حالا مثلا سوال پیش میاد اگه توپ بیفته همه توپا اون ور خط باشن کدوم رو بزنه فکر میکنم این قانون برعکس باشه اینو مطمئن نیستم که همون فاصله خط کیوبال میاد این ور میز از این ور میز اون توپ اون توپای اون رو میزنه حالا این نظر منه فکر کنم همین و باشه قانونش این هم میتونی باشه برای همین شما میگم میگم بچه باید با یه داور کامل صحبت کرد و قوانین بروزش رو پرسید از همین هم باز دعوت میکنم از داورای عزیزمون که آگاهی کامل دارن چه بیلیارد چه سنوکر چه هیبال حتما به من پیام بدن اعلام آمادگی بکنن بیاریمشون توی برنامه کلی سوال های هیجان انگیز و باحال ازشون بپرسیم چرا که نه این فریم رو هم علی میبره بریم به سراغ فریم چندم یعنی توپ سفید و پشت اون خط میذاره و شروع میکنه به زدن توپای دو رنگ رو علی باید بزنه ببین چرا اون توپو میندازه برای حریف برای اینکه یک پاکت رو باز بکنه دو موقعیت رو از حریف بگیره با اون توپ میتونه خیلی کار رو انجام بده میتونه بره پشت توپ بعدی الان این توپ رو بزنه که نمیزنه توپ شیش میافتاد براش او ببخشید یه توپ دیگه هم داره بچه فکر میکنم قانون اون که میگن یه توپ و برای حالا برای بانوان یا افراد زیر چهارده سال بر میداره اوکی okay, قانون یه توپه ولی اینطوری نیستش که 6 تا توپ اولش گفتیم نگفتیم گفتیم 6 تا توپ بزنه یکیش مثلا ور می‌داره داور من فکر می‌کنم این مثلا سوال میگه آقا تو بریک شاید دو تا تو توپش بیفته اون موقع چطوری میشه فکر می‌کنم قانونش به این صورته که توپ یکی مونده به آخر رو اون توپو ور می‌دارن گرفتیم مطلب و قانونش یعنی اینطوری بگی قشنگ‌تر جا میفته. توپ یکی مونده به آخر رو برای بانوان و افراد زیر چهارده سال برمیدارن نکن قیل بدی دقیقا این صحنه آموزشی تنی حالت ممکنه این میز بود چیکار کار داری میکنه این خانم اصلا گیریم هم این افتاد سبز رو چیکار کنیم خیلی ضعیفه خیلی حالا یا ضعیفه یا من فکر میکنم ضعیفه چون بخاطر اینکه من میفهمم یه بازی کام، مثلا آقا الان ما علی رو میفهمیم یه جایی نمیزنه فشار بازیه میگیری چیت میگم ولی ولی تو نسبت به خانوم ها خوب داره بازی میکنه من پیشنهاد ویژه رو هم به خانوم ها میکنم این ورزش رو دنبال بکنید این ورزش خیلی جذابه این ورزش زور باز و این داستان ها نمیخواد اتفاقا فکر خانم هم خیلی هم باز و خوبه تکبودی هم نیستن اوکی این ورزش خیلی به کارشون میاد باریک شاید. باریک شاید. و در میتونن تو این ورزش بدرخشن ولی باید تمام انرژیشون رو بذارم اوکی، با یه ضربه کنان توپ بعدیش هم باز میکنه دک چطور پیا نمیزنه؟ بکنم یه آسیبی هم دیده موچش، موچش رو بسته واه چقدر خوب میزنه علی این ضرباتو آفرین در تو خواب ماموتو میزن به شما بودم این میز مثل استونکر میمونه ها خواب داره میز سر سوزن اشتباه بزنی نمیفته این اسنوکر سر سوزن اشتباه بزنی نمیفته ازش شاید 99 درصد این ضرباتشون تو پاکت بیلیارد میافتاد ده دو خیلی اختلاف فاحشه خیلی زیاده حالا اینکه این بانو تا این مرحله چطوری اومده بالا هم خودش جای سواله بچه حالا هم مطمئنم اون تایمی که اون پایین زده که توی ویدیو قبلی هم گفته این بازی تایمی شده فکر میکنم همینه اون تایم به صفر برسه نتیجه هر چی باشه مثلا الان ده دو هم وقت تموم بشه برنده بازی علی میشه چقدر با تجربه زد علی این ضربه رو باری کلا نه نه فکر از بندازه نه ولی اینو بهت بگم ها علی ته ته چیکار میکنه و چه کار علی میاد اونجا خب اوکی آها بچه اینجاست بچه اینجاست من برای من ادیتورم نوشته بود که به بنبست برخورد میکنن خب اوکی دقیقا همین بود که فریم رو چیدن به بنبست خوردن خب حالا دیگه به بنبست میخورن دیگه به خاطر اینکه اون هشت رو نمیتونه بزنه علی همه هم میخواد سیزده و به 8 نزدیک بکنه قفل بازی دیگه الان رسما و بهش میگم بومبست و همون فریم رو میچینم چه جالب چه جالب یه چیز دیگه همین وسط یاد گرفتیم ولی یه قانون دیگه هم توی این بومبسته هست من اونو بعد بشنم جان مشخصه که من تا حالا همچین استایلی نهیده بودم تو چی؟ تو جامپ این چه سر به سمی بود من دیدم خودش هم متوجه این موضوع بود که با جامپ اصلا معلوم تمرین نداشته آره فریم یازده رو هم میبره ولی ما چه افهی دارم میزن با ای. با... چیزی که من دارم میبینم با اچ چه چهار داره میزنه بریکشو اچ چه چهار هم که قطعا میدونیم کجای توپ میشه دیگه مرکز کیوبال یک اسپین یه تیپ پاینت ها. در واقع وقتی شما اون فاصله رو تو این فاصله از چهار استفاده میکنی توپ رو دارین شلیک میکنید به سمت پک, پک توپ ها و کیوبالیش افهی تقریبا نداره البته که میخوره به توپا به پک میخوره یه ای, ای میگیره به خودش دو فریم دیگه علی این بانو رو ببره میره به مرحله بعد کلا. <applause> یک فریم دیگه یک فریم علی این فریم رو ببره میره به مرحله بعد واه میز میز خوبیه فکر کنم کارشو تموم بکنه تو این فریم منتظر بمونیم بله یه سه خوشگل میگیره با یه اف میاد پشت توپ دو و اینم از توپ هشت باری چلا. آفرین آفرین و میره به محله بعد خب رفقا اینم بود از بازی علی پردل عزیز که با یک برد قاطعانه به مرحله بعد رفت این پلیلیست رو دنبال بکنید جذاب و جذاب و جذابتر میشه لایک کامل سابسکرایب فراموش نشه با این کار کلی از ما حمایت میکنیم عشق و انرژی میدیم می که این مسیری که شروع کردیم و با قدرت بریم جلو دوستتون دارم تا یه شب دیگه یه ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ عکس هایی که دارین مشاهده می کنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش